سلام، من سینا هستم، سینا ولی‌الله. البته یه موقع اشتباه نگیرید با سیناهای دیگه. با برنامه چندشنبه در خدمت شما به مدت یک ساعت. همین اول برنامه خدمتتون عرض می‌کنم که دو تا خبر دارم براتون. یکیش بده، یکیش خوب. کدوم اول بگم؟ بده. نه، اصرار نکنید. اصرار نکنید، من خبر خوبه رو اول میگم. خبر خوب اینه که برنامه ما، برنامه چندشنبه با سینا، کاندید دریافت جایزه بین‌المللی امی در منطقه مدیترانه و حاشیه‌های سبز شده و من خیلی از این قضیه خوشحالم. خیلی خوشحالم، تو پوست خودم نمی‌گنجم، چون من همیشه از بچگی عاشق این مسابقه بودم، مخصوصا منطقه مدیترانه و حاشیه‌های سبزش که برام خیلی اهمیت داشت. کلاً سه تا برنامه کاندید این جایزه شدن یا هستن که دو تاش امیدی به برنده شدن ندارن، به خاطر اینکه خب برنامه ما یه توانایی خاصی و اجرای خاصی داره و کارگردانی خاصی داره و نکات مثبت زیاد داره. و حالا به هر حال این دو تا برنامه علاوه بر اون که حالا امیدی هم نداشتن، کلا قصد انصراف دادن دارن به نفع ما. این تصمیم گرفتن از مسابقه کنار بکشن به نفع ما، که خب بهتر ما، چه خوب که دارن میرن. جورج کلونی هم مجری مراسم هست و در ضمن رئیس هیئت داوران و گفته من چون عاشق بشکن زدن و رقصیدن ایرانی هستم، هر جوری شده این برنامه رو که از طرف یک جمع هنرمند ایرانی تهیه و تولید شده رو برنده اعلام میکنم. حالا البته اینو توی مهمونی گفته، مهم نیست، ولی خب به هر حال همین که به مدلگر میداده و ما میدونیم از این قضیه میتونیم سودی ببریم، علاقه آقای جورج کلونی به ایرانی ها، خب خوشحالیم دیگه. به هر حال حالا مهم اینه که ما جایزه رو ببریم دیگه، حالا چه جوری رقابت رو برنده بشیم اون دیگه اهمیت نداره. حالا ببینیم دیگه به هر حال چی میشه دیگه. یه تلاش و همکاری همه جانبه از طرف کل بچه های فارسیوان بوده که امیدوارم با برنده شدن این جایزه یه جوری جبران بشه. اما خبر بعد، خبر بعد اینه که متاسفانه این آخرین برنامه چند شب است که به زبان فارسی اجرا میشه، چون شبکه زد اف آلمان این برنامه رو از فارسیوان خریده و قراره که از دو هفته دیگه این برنامه فقط در اروپا به زبان آلمانی برای مخاطبان آلمانی پخش بشه. و من و بقیه دوستان حقیقتشو بخواین خیلی تلاش کردیم که جلوی این قضیه رو بگیریم، ولی متاسفانه قرارداد این ماجرا امضا شده بود. در ضمن صدر اعظم آلمان هم روی این قضیه خیلی پافشاری کرده بود و برای همین زور ما نچربید که بتونیم برای جلوگیری از این هم کاری بکنیم. من خودم به شخصه از این قضیه خیلی متاسفم و ناراحت، مضاف بر این که من زبان آلمانی هم زیاد خوب نیست و تو این دو هفته بعد روش کار بکنم تا به حد استاندارد اجرای برنامه برسونمش. خب برای کار ساده ای نیست، زبان آلمانی من اصلا دالی یک کلمه هم بلد نیستم. حالا خب حالا اشکال نداره، از همه شما دوستانم تشکر میکنم از همراهیاتون، ولی ازتون کمک میخوام. این برنامه رو با دقت تا آخر نگاه کنید و نظرات و حرفاتون رو روی فیسبوک و توییتر و اینستاگرام با این هشتگا برام به اشتراک بذارید. امیدوارم که با لایکاتون و شیر کردناتون بتونیم یه جوری این قضیه رو حلش بکنیم، یه جوری جلوگیری کنیم از انتقال برنامه به شبکه زد دی اف. مدیر شبکه زد دی اف آلمان توی آخرین کنفرانسی که داشته در رابطه با همین قضیه اعلام کرده که اگر تعداد لایک های این برنامه به 1,000,000 برسه، ممکنه توی تصمیمشون تجدید نظر کنن و در واقع بذارن که برنامه توی فارسیوان پخش بشه. دیگه ببینم چیکار میکنید دیگه، این گوی و این میدان و این هم برنامه چندشنبه برای آخرین بار به زبان فارسی. یه اتفاقی چند وقت پیش، نه حالا خیلی نزدیک، ممکنه مثلا دو ماه پیش اتفاق افتاده باشه، راجع به این سریال سرزمین مادری خود ما پیش اومده، یا سریال هوملند. توی یکی از روزنامه ها یا یکی از مجلات معتبر که حالا اعتبارش رو نمیدونم چجوری میشه تعیین کرد، در واقع نمیدونم معتبر یا غیر معتبر، یه مصاحبه ترتیب داده بود با هوارد گوردون که تهیه کننده یه سریال هوملنده و همینطور سریال 24، و با ایشون صحبت کرده بود، راجع به زندگی صحبت کرده بود، راجع به دیگه نمیدونم غذای شب و هر چیزی که به هر حال مسائل خصوصی طرف بوده اینا سوال کرده بود، اونم جواب داده بود، کلا هر چی هم دلش خواسته بوده گفته بوده. یعنی توی مصاحبه اینجور که اشاره کرده بودن، هر چی دلش خواسته به هر کی که از جلوی چشش رد شده گفته، به اصغر فرهادی یه چیزی گفته، نمیدونم به اون یه چیزی گفته، به این یه چیزی گفته. خب اعتراض همه هم در بر داشته دیگه، همه اعتراض کردن، گفتن غلط کردی، آخه این مرض داری راجع ما حرف میزنی. بعدن همینجوری که تحقیق کرده بودن دیدن که هوارد گوردون گفت من به
روح پدر بزرگم خندیده بودم که با این مجله مصاحبه کنم. اصلا نمیدونم این مجله کجاست، اصلا کسی با من مصاحبه نکرده توی 4 ماه گذشته راجع به چیزی. اینور اونور فهمیدیم که بله مصاحبه دروغی بوده، تقش هم در اومد. اعلام کردن که در واقع این مجله یک مصاحبه دروغین رو ترتیب داده بوده با هوارد گوردون تهیه کننده هوملند، بعد هرچی هم که خودش دلش میخواسته به هر کی دیگه بگه گفته هوارد گوردون گفته. خب اینم یه روش دروغ گفتن دیگه، که شما یه چیزی که میخوای بگی میری از دهن یکی دیگه میگی. مثلا من میخوام به کارگردانمون فوش بدم، مثلا بگم کارگردان جون تو اندازه برگ چغندر هم از کارگردانی سرت نمیشه، ولی نمیگم که اینجوری، که میرم میگم این فیلم بردارمون میگفتش که کارگردانی شما واقعا در حد هویج فرنگی، و اینجوری تقریبا میشه گفت هم حرفمو زدم هم یه دروغی هم گفتم واسه تفنن و مشکل حل کردم دیگه. به هر حال اینجوریه، این مجله هم همین کارو کرده، یعنی همون چیزایی که می‌خواسته به اصغر فرهادی و بقیه برای بچه‌ها بگه، هر کی رو که باش مشکل داشته می‌خواسته یه جوری حالشو جا بیاره گفته هوارد گوردون گفته، بعد گفته حالا کی میره هوارد گوردون رو پیدا بکنه، کی دستش به هوارد گوردون میرسه که دیگه هیچ کس بهتر از هوارد گوردون نیست. اون اونجاست، ما هر چی دلمون بخواد میگیم، کسی هم نیست که بخواد تحقیق کنه. ولی خب اصغر فرهادی به خاطر اینکه یک کارگردان بین‌المللی خودش رفته بوده پیگیری کرده بوده، تماس گرفته بوده با هوارد گوردون، و هوارد گوردون علاوه بر یک دوم دو تا شاخ هم درآورده بود که چی داری میگی، بعد یه فهمیده بوده که چی داری میگی، گفته بود که به خدا به جون مادرم به جون پدر بزرگم که میخوام جون بالای جونش نباشه ما نگفتیم، و اصلا ما مصاحبه رو نه ترتیب دادیم نه برگزار کردیم، اصلا نمیدونم کجا هست چی هست ماجرا چی دیگه. بعدا معلوم شد دیگه تقش در اومد دیگه. اصلا دروغ و دروغگویی کلا به نظر من باید تعریفش عوض بشه، چون چیزایی که قبلا بهش میگفتیم دروغ دیگه الان خودش یه واقعیت محسوب میشه، اومده تو زندگی واقعی ما، از جرگه دروغ یا از جرگه دروغ خارج شده اصلا این دروغایی که الان دیگه مطرح میشه، مخصوصا در زمینه میدیا، فیسبوک و دیگه نمیدونم روزنامه و تلویزیون و رادیو و جاهای دیگه. یعنی در واقع راست و دروغش معلوم نیست. مثلا این قضیه تو زیبایی خیلی مصداق داره، یعنی دیگه الان کسی رو میبینی که از نوک سرش، از فرق سرش تا نوک پاش رو عمل کرده، اگه ازش بپرسی تو جایت رو عمل کردی میگه نه من همه چیم از اول همین جوری بوده. حالا برو عکس بردار بیار، فیلم بردار بیار، مگه میتونی ثابت بکنی عکس چه میدونم 14 سالگیشو بردار بیار اندازه کلار گیبل سیبیل داره، بعد میگه این من نیستم، میگیم این دماغ شما نیست، یه مقداری شبیه دستگیره داره، ولی باز دوباره میگن که نه. یعنی والا میگن دیوار هاشا، چه دیواری از هاشا یا دیوار هاشا بلنده، آره دیوار هاشا بلنده، چه دیواری بهتر از دیوار هاشا، چون هم بلنده هم در دسترس نیست، کسی هم نمیتونه کاری انجام بده در این رابطه. به هر حال ما یه سمبولی داریم در واقع تو برنامه خودمون در رابطه با صداقت و راستگویی، اون دوست عزیزی بود که رفته بود کنسرت انریکه، یعنی اون دوست عزیز برای ما مجسمه راستگویی و صداقته. اصلا این صداقت رو همچین کرده در حلق بنده که من تقریبا میشه گفت گلو درد دارم از زمانی که اولین بار ویدیویشون رو دیدم، و این نشون میده که دروغ معنی و مفهومی نداره، و شما هر چیزی رو که میبینید یا میشنوید اگر متهم ردیف اول بخواد انکارش بکنه میتونه انجام بده، و در واقع این چیزایی که شما دیدید اون چیزایی نیست که واقعیت دارن، و واقعیت همون چیزیه که این صادقین عزیز و اون دوست عزیز مطرح میکنن، همینه. به جان شما، شاید باور نکنید ولی این واقعیته. آقا داروین، داروینو که میشناسین، که میشناسیم واقعا؟ من که مشکوکم به همتون ولی قبول. داروین در کتاب معروفش نشون میده که گونه های مختلف جاندانان چگونه برای محافظت از خودشون و بقای نسل در طول زمان به انواع اقسام ابزارها و روش های مختلف دفاعی مجهز شدن. آقای کارگران، من اینجا شاید اجازه بدین مدل برنامه راز بقا بگم، چون بیشتر یادآور برنامه راز بقاست. یعنی اگر برای مثال شما لاک پشت اولیه را با لاک پشت امروزی مقایسه کنید، متوجه می شوید که لاک پشت اولیه یک جور مارمولک چاق و خپل و نرم و اسلوموشن بود که هر کی رد می شد یک نوکی بهش می زد، ولی با گذشت زمان کم کم این مارمولک چاق
روی خودش کار کرد و با تمرینات فشرده بدنسازی در باشگاه تارنکبوت بدنش را سفت و محکم کرد و جوری شد که دیگر هر کی بهش نوک میزند نوک خودش در جای دیگری از خودش فرو میرود. در این بین تنها انسان بوده که در واقع به مرور زمان نه تنها مقاوم تر نشده، قوی تر نشده، گردن کلفت‌تر نشده، همون چهار تا دونه پشم و پیلی هم که داشته در واقع ریخته همش. ما انسان اولی خیلی آدم چیزی بود دیگه، یعنی داشت دیگه واسه خودش همچین مایه رو داشت، یه همش ریخت همون شد رفت. خب برای بقای نسل باید به یک ابزارالات دیگه‌ای دست پیدا میکرد که بتونه از خودش محافظت کنه، از خودش دفاع کنه دیگه. برخلاف تصور دانشمندان اولین اختراع در واقع پوشاک کنه میدونم آتش و ابزار دفاعی نبوده، بلکه دروغ بوده. چرا؟ به دلیل اینکه اولین خطری که اون زمان انسان اولیه رو تهدید میکرده دمپایی های سنگی بوده که همسران اونها به دلیل اینکه اینا وقتی میرفتن شکار از غار میرفتن بیرون به راه کج کشیده می شدن، تو فرق سرشون خورد می کردن می مردن. خب مجبور بودن چیکار بکنن؟ یه جوری از خودشون حفاظت بکنن دیگه، تقصیری هم نداشتن. شما نگاه بکن همین الان شما میری بیرون، این دخترهای پلنگی که در سطح شهر توی ماشینا با کاکولها و عینکای انقدی و ریخت و قیافهای عجیب و غریب هستن، شما رو با این وضعیت اخفال می کنن دیگه، چه برسه به اینکه دوتا برگ فقط به اقصا نقاط بدن خودشون بس کرده باشن و همین برگ باعث میشه که اینها بیشتر اخفال بشن. برای رفتن شکار هزار تا مشکل رو به هر حال آدم تجربه میکنه دیگه. اینا رفتن یه آهویی چیزی شکار بکنن، بیان اگر آهو اون موقع بوده که نمیدونم، ماموتی چیزی شکار بکنن، برگشتن خونه. حالا در بین راه اتفاقی هم افتاده نیفتاده به کنار، همسر با دمپایی سنگی وایساده اونجا. حالا اون اگه بخواد توضیح بده که چه کارهایی رو انجام داده، اون دمپایی سنگی فرق سرش رو از وسط میشکافه و دیگه الان من و شمایی نبودیم، چون نسل بشر منقرض شده بود. شکر خدا دروغ اختراع شد و این مشکل حل شد. یعنی انسان به زندگی خودش ادامه داد و تونست به تکامل برسه. حتما همتون داستان اون چوپان معروف رو، اون بچه معروف رو، چوپان مشهور رو تو کتاب‌های درسیمون شنیدین یا خوندین، حالا اگه بچه درس خونده باشین. چوپان تنها و بی کسی که عاشق برقراری روابط اجتماعی با مردم بود و تنهایی و همدم بودن با گوسفندای زبون نفهم به شدت آزارش میداد، اما به علت نبودن امکاناتی مثل فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی کاری از دستش بر نمی‌اومد، تا اینکه تصمیم گرفت از یه راه دیگه مردم رو به خودش نزدیک کنه تا همه دور هم باشن و معاشرت کنن و لذت ببرن. اما این مردم نمک نشناس و بیوفا بلایی به سرش آوردن که روایتش سالهای ساله که تو کتابهای مختلف نسل به نسل داره میچرخه. تهمتهایی که بهش زدن، توهینها و تحقیرهایی که شد، تحقیق نه ها، تحقیرهایی که شد، از اون آدم معاشرتی یا آدم منزوی و گوشه‌گیر ساخت که دل سنگ به حالش کباب میشد. اجحافی که در حق اون چوپان معاشرتی شد واقعا در تاریخ سابقه نداشته. من معتقدم دوستان بیاین دست به دست هم دیگه بریم یک صفحه فیسبوک رو اندازی کنیم در حمایت از شوشول چوپان، ببخشید، در حمایت از این چوپان دروغگو، و سعی کنیم که لایک های بیشتری جمع بکنیم که با جمع شدن این لایک ها، اگه لایک ها رو بتونیم به یک عدد معقولی برسونیم، مثلا به 1,000,000، میتونیم کتاب های درسی رو جمع بکنیم، قدیمی ها رو تجدید چاپش بکنیم، یه داستان دیگه برای این چوپان بیچاره بذاریم، اسم سفر رو هم بذاریم چوپان دوست داشتنی که عاشق برقراری ارتباط با دیگران بود ولی در تنهایی مرد. یکم اسمش طولانیه ولی خب به هر حال اسمش از پیج دافای توپ و دیدنی منطقه خوشاب و هوای جردن و شمال تهران کوتاه داره. یعنی مشکل از لحاظ اسم ندارید، باش برخوردی نخواهد شد و خوبه. فقط مهم صفحه فیسبوکه که به هر حال بتونیم لایک ها رو جمع بکنیم که نتیجه رو بگیریم، چون میدونید که بدون لایک و بدون کامنت و شیر شدن نتیجه نمیگیریم، مخصوصا در زمینه بیماری، مریضی یا چیزهای دیگه. دروغ هم نیست، این واقعیته. میخوای باور کن، میخوای باور نکن. اما بریم سراغ رفیقای من، عزیزای دل من. تازه اینا با من جفت و جور شدن، اصلا با همدیگه هر هفته میریم بیرون. آخر هفته من با برا بچه های سه نقطه ها هر هفته میرم بیرون، کلی هم خوش میگذرونیم. نگاه نکنید اینا انیمیشن انا،
اینا کلی آدمای باحالی هن. هر هفته ما یه داستان داریم باشون. عزیزان دلم، سه نقطه ها و ماجرای این هفته شون. داری توی فیسبوک چرخ میزنی؟ چی میگی؟ دکتر ریاضی و انیشتین؟ بسیدی بابا، آقای کارگران دهنه اینو به من دیگه، این چه طرز دوبله کردنه؟ اینها رو که میبینم یاد یه حکایتی میبینم. سالها قبل، خیلی قبل‌تر، گوسفندی بودن نچیزم چوپانی بود که یک روز حوصله‌اش سر رفت. آن وقت در فیسباکش استاتس نوشت که گرگ حمله کرده به گل. مردم روستا که همه ماشاءالله فیسبوک باز بودند، با دیدن استاتس چوپان سخت برآشفتند و با بیل و کلنگ دوان دوان به یاریش تاختند. به چوپان که رسیدند دریافتند چوپان آنها را سخت اسکل کرده و اسکل برنده ایست که تو چیمه اسکل کرده و گرگی در میان نیست. چند روز بعد چوپان که دوباره حوصله‌اش از درونش برون رفته بود، فتوشاپش را لود نمود تا عکس گرگ و گوسفندان را در فتوشاپ درون هم کرده و بعد در فیسبوک شیر کرده و استاتوس زده که چه نشسته اید گرگ گله را خورد و این هم مدرکش. مردم روستا باز شتابان به سمت چوپان شتافتند و باز دریافتند که چوپان آنها را اسکلی پیش نکرده. این چنین بود که مردم روستا فرندشیپشان را با چوپان به هم زدند و او را ریپورت و بلاک کردند تا چوپان دیگر نتواند کسی را اسکل نماند. اما روز بعد واقعا گرگ دیگر به حمله کرد و این بار کسی نبود که به کمکش شتابد و او سخت خورده شد. بودن یا نبودن، مسئله این است. نتیجه این که مطالبی که شعر میکنید سعی کنید اینقدر بی‌محتوا و دروغ و چوپان خالی و گوسفند پر نباشد. به به پدر جان، داری فیسبوکت رو داری چک میکنی؟ چقدرم قشنگ تایپ میکنی، حالا چی داری شعر میکنی؟ ها؟ افتخاری دیگر برای ایرانیان. با آزمایش ژنتیکی مشخص شد جنیفر لوپز فرزند جعفر لپپز و اهل تبابه جعفر آباز است. چی؟ بله، و من دیگر صحبتی ندارم و فاصله هایم از تصویر به سفرهای دور خواهم رفت. نقش دروغ در زندگی امروزی بر هیچ کس پوشیده نیست. در واقع توی جوامع امروزی این دروغ ها هستن که امکان همزیستی مسالمت آمیز انسان ها کنار یکدیگر رو فراهم میکنن. دروغ در واقع مثل ملاتیه که ماها رو همچین مثل آجر کنار همدیگه تو جامعه نگه میداره. یه آدم یه لایه دروغ، یه آدم باز یه لایه دروغ، باز یه آدم دیگه باز یه لایه دروغ. اصلا اگه این دروغ نباشه این آدما به هم نمیچسبن که، اصلا با هم درگیر میشن، هم دیگر میزنن میکشن. سالها قبل شیخ اجل سعدی شیرازی به نوعی دیگه به این واقعیت اشاره کرده بود که دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز. و چقدر میشه در مورد این دروغ مصلحت آمیز حرف زد، چه مشکلات بزرگی که با این نوع خاص از دروغ حل نشده، چه گرفتاری هایی که به خاطر خودداری مردم از گفتن دروغ مصلحت آمیز به وجود نیومده. وقتی یه شب دیر رسیدی خونه و خانومت میپرسه عزیزم تا حالا کدوم قبرستونی بودی؟ بر نگرد همینجوری تو چشاش بر رو بر نگاه کن و با وقاحت تمام بگو که کجا بودی، یعنی نگو که کجا بودی، بگو که کجا نبودی، یعنی اونجایی که نبودی رو بگو بودی، یعنی یه جوری بگو که به هر حال مشکلی به وجود نیاد. مثلا بگو که عزیزم رفته بودم گل فروشی 4 تا خیابون اونورتر برات گل بخرم. بعد که خانومت پرسید پس گلت کو، باید بتونی سریع یه داستانی سراهم کنی که نخریدن گل در واقع توجیه بشه. دروغ یه چیزی رو بذار من خدمت شما بگم، دروغ 1000 تا حسن داره، 1000 تا حسن، ولی یه عیب داره که وقتی یکی رو میگی پشت‌بندش مجبوری یکی دیگه هم بگی، همینجور پشت‌بندش یکی دیگه برای توجیه اونایی دیگه. که خب به هر حال این یه مقداری شرایط رو سخت می‌کنه و باید انقدر این کار رو ادامه بدی تا طرف قانع بشه و در انتها باید این لوپ یا این دایره یا این سیکل کامل بشه با رسیدن به همون دروغ اولی.
و حل بشه قضیه. یعنی اگر رسیدی به اون دروغ اولی از این تسلسل سوال‌ها، قضیه حل شده. سلام، چطوری؟ کجایی تو؟ چرا اینقدر دیر اومدی؟ دیر اومدم؟ رفتم واسه گل بخرم. آخه خب گلت بسته بود. گل فروشی که تو دیر وقت همیشه بازه، چرا این بسته بود؟ نمیدونم، واردش اونجا به مغازه رد میشدن یه اعلامیه زده بودن مثل اینکه باباش فوت کرده. این کی میشد؟ عموی دوست من. یادم باشه فردی بهش زنگ بزنم. نه زنگ نزنی یا آخه این عموی واقعش نبود، عموی ناتنی شد. چه فرقی داره؟ آخه تو نمیدونی این چیزا رو. این دوست تو زمانی که خیلی خیلی کوچیک بود، همین عموی که مرده چی؟ هی اذیتش میکرد و کتکش میزده. زنگ نزنی یا؟ نه بابا، عجب آدمی روانی. آره ببین، اصلا حواست باشه اینا رو کلا یادش نیاری، اگه باز یادش بیاری دوباره برمیگره حالت اولی و قاطی میکنه. تو رو خدا زنگ نزن. سب کن بینم، تو اصلا دوست من از کجا میشناسی؟ دوست تو یه زمانی اومد پیش من واسه مشاوره. مگه تو روان شناسی؟ این دکتر حسینی معروف که همه دسته داشت تو رادیو میشه من هم دستی کم گرفتی. یعنی این همه سال تو به من نگفتی که روان پزشکی؟ حتما مهندسی تملکیه. آخه میدونی چیه؟ من این قضایی نباید از تو بگم، این بخشی از درمان تو بوده. مگه من مریض هم؟ تو مریض بودی، ازدواج من و تو هم بخشی از همین درمان بود. الان هم خدا روشو حالت بهتر شده. پس این همه محبت، این همه دوستت دارم، حرفای عاشقانه همشون ساختگی بودن. نه بابا دیگه جوابم نده، ساختگی هم نبود دیگه. از وقتی من درمان رو تو شروع کردم عاشق رنگ مواد شدم و به خوبی خوشی داریم هم زندگی میکنیم. واقعا دیگه واسه همین رفتم واسه گل بخرم. خب بگو گلت. گل فروشی بسته بود. تموم شد، لوپ رو زدین و رسیدین سر خونه اول. و این یعنی اینجا ما دروغ رو موفقیت آمیز انجام دادیم و به نتیجه رسوندیمش و واقعا هیچ چیزی، هیچ حسی بالاتر از این نیست که یک سری دروغ پشت سر هم و با موفقیت به هم بچسبن و یک واقعیت رو شکل بدن. اصلا اصطلاحاً این دروغ ها که به هم چفت میشه انگار که قلنج در میره، اینقدر لذت بخشه. الوعد وفا، رسیدیم به قرعه کشی ماه بهمن ماه. این اسم بچه‌هایی که درست جواب سوال رو دادن و در قرعه کشی یا در مسابقه ما شرکت کرده بودن. البته من یه نکته رو بگم، این مسابقه خاصی نبود، یعنی سوال یا چیزی که ما مطرح کرده بودیم اونقدر مسئله مبهم و بزرگی نبود، چون خیلی از دوستان اومده بودن گفتن سوال مسابقه لو رفت. سوال کنکور که نبوده قربونت برم. یه دونه عکس از برنامه گذاشته بودیم، کلا مثلا چند نفر مهمون داشتیم ما، عکس یکیشونو گذاشتیم، یکی از کاراش هم گفتیم کدوم بوده. جواب مسابقه علی آزرمی بود، مهمون برنامه. اولین کارش هم تبلیغ شیر خشک نیدو بود، بسیار زیبا. خیلی جواب درست داده بودن، خیلی هم جواب درست نداده بودن. یکی از دوستان که من واقعا خوندماغ شدم از خنده این بود که فرموده بودن مهمون برنامه معین. یعنی حتی نگاه نکرده بود ببینیم ما اصلا مهمون معین رو دعوت کرده بودیم یا نه. و اولین کارش هم به اصفهان برمیگردمه. دلم میخواد به اصفهان برگردم. یعنی نه سوال خونده بود، نه عکس رو شناخته بود، نه برنامه رو نگاه کرده بود. این آدم رو به نظر من باید یه دونه اسکار بهش بدیم، آیفون کمشه این دوست عزیز. اما خب اون عده‌ای رو که جواب درست دادن ما اسمشون رو ریختیم این تو و الان در حضور تمامی دوستان قرعه کشی میکنیم تا ببینیم برنده کیه. اینم اینم جایزه. آقا جان نگاه کن، آیفون 5S سفید گرفتیم مثل عروس. جایزه میدیم 16 گیگابایت دیگه به بزرگواری خودتون. ببخشید دیگه بزرگتر نداشتیم، چون خیلی از دوستان مسلماً، یعنی بزرگتر منظورم سایز، یعنی حجم بزرگتره ها، اشتباه برداشت نشه. از فردام نهید بگید چرا 16 گیگابایتی بوده و چرا 64 نبوده. این از این قضیه که حل و فصلش بکنیم. اما بریم سراغ قرعه کشی آقای کارگردان، بریم سراغ قرعه کشی. بعد از قرعه کشی هم مسابقه هفته بعد رو میگم. بذار هم بزنم اینه آش شل و قلم کن.
نام برنده مسابقه بهمن ماه چندشنبه با سیناست، نامی که تا لحظات دیگر باز اینو بچه اونو بده بینم اون دوربینو بده برعکس آقا یه فوکس کن ما هم بخونیم روش چی نوشته؟ قابل خوندنه؟ آها منم دیدم خانم نرگس حاج محمدی نرگس حاج محمدی برنده آیفون 5S سفید رنگی شد چه خوبه سفیدم گیر خانم اومد این خانم نرگس حاج محمدی اینم جایزش گذاشتم روی جایزش اینا هم میریزیم دور چون فایده نداره اینجوری آقا این واقعا من یه ماه مسابقه گذاشتم اینقدر فقط شرکت کردم آخه این درسته من الان باید یه دونه گلدون گذاشته باشم این هوا تا اینجاش هم باید پر باشه این درست نیست که این آیفون از دستتون پرید این آیفون از دستتون پرید تقصیر خودتونه اما اگر این کاره اید مسابقه اسفند ماه رو شرکت بکنید مسابقه اسفند ماه هم دقیقاً شبیه مسابقه بهمن ماهه اما با یه مهمون دیگه سوال مسابقه رو ببینید اول بذارید من توضیح بدم خدمتتون تشریف میبرید روی صفحه فیسبوک بنده بعد اینجا همون بالا من برای یک ماه برای چهار هفته مسابقه رو سوالش رو که همین عکسه پین میکنم یعنی میچسبونم اون بالا میمونه اون بالا یعنی من هر پست دیگه ایم بذارم میره بعد از اون یعنی اون سوال اون بالا خواهد موند تا پایان چهار هفته بی خود بی جد نرید رو در و دیوار و کوچه و باغ و گلشن جواب مسابقه رو بدید زیر همین عکسه بدین باریکالله موین هم نیست من راهنمایی هم میکنم برای اون دسته از علاقه مندان به دوستان موین نیست شاید باورتون نشه لیدی گاگا هم نیست دیگه ببین چقدر راهنمایی کردم مسابقه اسفند ما هم جایزش دقیقا همین اینه یعنی هیچ ما تفاوتی فعلا قائل نمیشیم برای برنده ها یه برنده داریم هر ماه یه دونه آیفون 5S بهشون میدیم مبارکشون باشه این نرگس خانوم هم نرگس چی بود؟ خانم نرگس حاج محمدی هم برنده این آیفون مبارکشون باشه باریکالله میل ما به دروغ گفتن ریشه در دوران کودکی ما داره یعنی از همون اول اونقدر به ما دروغ گفتن که این دروغ گفتن تو وجود ما نهادینه شده پدر مادرامون تقریبا هیچ وقت حرف راست به ما نزدن که آمپول میرفتیم بزنیم که یه پات فلج میشد اگه به گراز میزدی به خدا دراز به دراز میافتاد واسه دو روز بعد به ما میگفتن چیزی نیست که آمپول درد نداره که اینقدر قلقلک بعد که یه دفعه آمپولو میزدن یعنی خون از چشمت میومد در واقع از درد بعد میگفتن دیدی درد نداشت چرا دروغ میگفتین خب باز اول بگین درد داره بزنین آمپول قال قضیه رو بکنید دیگه چرا سر بچه رو کلا میذارید یا مثلا میرفتیم خرید وارد سوپرمارکت سر خیابون میشدیم دست رو هر چیزی ما میذاشتیم میگفتن این فروشی نیست حالا فرقی نداشت ما دست میذاریم رو پفک نمکی تخم مرغ شانسی نوشابه خانواده دیگه نمیدونم گاز فندک هر چی ما هر چی دست میذاشتیم یه چشمک به فروشنده آقا اینا فروشیه نخورم اینا فروشی نیست ده خب مگه مرض داری پس گذاشتی تو مغازه وقتی فروشی نیست نه واقعا آخه این درسته اگه فروشی نیست برای چی گذاشتی تو مغازه مگه تو کاسبی نداری خب ما اون موقع زبون نداشتیم یا زبانمون اونقدر گویا نبود که بتونیم حرف دلمون رو بزنیم و بگیم مثلا کله پدر آدم دروغگو مثلا دیگه ماکسیمم حرفی که از دهان ما خارج میشد این بود دیگه کچا پکا پکا تا پکا که این ترجمه‌اش همون بود که من گفتم ولی نه تنها تأثیری نداشت بلکه یه گوگولی مگولی هم می‌کردن ما رو چقدرم شیرین زبونیم و باز دوباره برامون می‌گردوندن خونه بدون اون چیزایی که ما می‌خواستیم نه پفکی گیرمون میومد نه تخم مرغ شانسی من نه چیزای دیگه من نه گاز فندق که خیلی هم مفیده برای بچه‌های زیر 5 سال این دروغ‌ها صرفاً مربوط به دوران کودکیمون نبوده بزرگتر هم که شدیم پدر مادرها همچنان با دروغ‌های خودشون سعی می‌کردن ما رو گمراه کنن
یا شاید هم جلوی گمراه شدن ما رو بگیرن. مثلا به یه سنی که میرسیدیم شعورمون یه خورده میرسید، در واقع اولین سوال توی زندگی ما، یعنی سوال جدی زندگی ما این بوده که بچه از کجا میاد. خیلی از بچه‌ها معمولا این سوال رو میپرسن و یک سوال بسیار علمی پزشکی هم است. بچه کجا میاد؟ اما کلکسیون از جواب‌های پرت و پلایی که بهمون داده میشد، این سوالای مهمل به نظر من جالب بود. عزیزم، بچه‌ها رو لک لک از آسمون برای پدر و مادر میاره. حالا چرا لک لک؟ چرا مثلا مرغابی نمیاره؟ چرا اصلا از راه آسمون بچه رو برای چی از تو آسمون میارید؟ یه موقع احیانا از اون بالا بیفته دست پاش بشکنه. میگفتین مثلا هاپوی همسایه آورده که رو زمین هم باشه، اگه احیانا اتفاقی هم افتاد همون فاصله ای از آسمون تا زمین رو بچه طی نکنه. یا مثلا میگفتن که فرشته مهربون یواشکی از دودکش بخاری بچه‌ها رو مینوزه توی خونه ها، که اینجور مواقع معمولا مادرها خیلی بهشون بر میخوره به خاطر اینکه با دودکش بخاری مقایسه میشن و این مشکلات زیادی رو در خانواده‌ها ایجاد میکنه بعد از اینکه سوال بچه جواب داده شد، که حالا به کنار ما به اون قضیه نمیپردازیم. یا برمیگردن میگن که تو یه چغندر کوچولو بودی تو زمین که من و مامانت از گوشات گرفتیم و در دو بردیم. آخه شما تجسم بفرمایید یه بچه دست گل با اون روحیه حساسش وقتی بهش میگن که قبلا چغندر بوده، ببینید چه حالی میشه. بعضی از پدر مادرها واقعا حاضرن توضیح در مورد سرمنشأ و علت پیدایش دلبندشون رو به دستگیره در ربط بدن، اما ذهن کودک به واقعیات ناموسی منحرف نشه. بس که ما حساسیم. خلاصه بگم آقا، خیلی از چیزایی که ما اسمشو میذاریم دروغ راستن. واقعیتا ما باید زاویه نگاهمون رو فقط عوض بکنیم. تازه به این فکر کنید که دروغ چقدر تا به حال به بشریت خدمت کرده. اگه دروغ نبود شاید خیلی از ما نبودیم، اصلا به دنیا نمی اومدیم. اگه دروغ نبود خیلی از آدما گشنگی میمردن. اگه دروغ نبود انسان ها حرف زیادی برای گفتن نداشتن، ممکن بود بر اثر افسردگی اصلا نابود بشن. چی بگی بشینی 200 پهلوی طرف چی بهش بگی؟ مجبور یه مقدارم دروغ قاطی حرفا بکنی دیگه، چقدر راست بگی؟ بعضن هر کسی رم که نباید راست بهش بگی که هرچی که توی دلته، یه دروغی قاطیش بکن، به خدا خیلی جذابیت داره. اگه دروغ نبود اصلا خیلی چیزا به این درجه از کمال و زیبایی و نظم و اصلا قاصرم از گویش، قاصرم از کلام، قاصرم از بزرگی و عظمت این کار. دروغ چقدر جذابه، چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه، مخصوصا اگر کار بکنه، تأثیر بذاره، شرایط رو عوض بکنه. فراموش نکنید دروغ پایه موفقیت و زندگی. خانم گریمور ببخشید، من مادرم گفته بود که دماغ من قبلا 18 سانتی متر بوده طولش، الان شده 6 سانتی متر. ممکنه بکنیدش 4 سانتی متر؟ فکر می‌کنم یه اشتباه محاسباتی پیش اومده چون دماغتون 36 سانتی متر. جدی می‌فرمایید؟ یعنی واقعا این دیگه آخرین سایزیه که کوچیکش میتونیم بکنیم؟ خیلی حیف شد چون میگفتن که خیلی خوب کوچیک شده. لبام چی؟ لبام میتونین لب شطوری اونم نمیشه؟ چشام چی؟ آبی میشه؟ چشاتونو بله. ممنون میشم. اگه چشامو آبی بکنی؟ نه الان با این میخواین چشای منو آبی کنین؟ یه خورده سخته، ولی خب اگه ممکنه چشامو که آبی کنین موهامم طلایی کنی، بله. که من قشنگ یه جذابیت خاصی داشته باشم برای بیننده ها. اشکالی که نداره. فکر میکنم تاثیری نداشته باشه، ولی بله. مشکلی نیست. سپاسگزارم. خوب شد یادم افتاد. راجع به تاثیر گفتیم. خواستم بگم که این کامنت ها و نظرهایی که شما راجع به پروژه به نام زن دادین تاثیر بسزایی داشته و برای همین اینا تصمیم گرفتن که یه مسابقه دیگه برای حسن ختام این پروژه در نظر بگیرن. جایزش هم یه دونه آیپده. آیپد؟ یه دونه آیپد جایزه میدن. برای چی؟ برای اینکه توی این مسابقه شرکت بکنید. یه الکیه به شما میدن. خب آقا بدین به من. بریم ببینیم مسابقه چیه. شما کارتون بکنید. اگه نوازنده هستید یا آهنگساز،
یا اگه فکر میکنین که صدای خوبی دارید، میتونید تو مسابقه موسیقی به نام زن شرکت کنین و برنده آیپد بشین. کافیه متن ترانه رو از وبسایت یا فیسبوک ما دانلود کنید و آوازی که میخونید یا آهنگی رو که بر اساس این ترانه میسازید برای ما بفرستید. به 4 موسیقی برتر 4 عدد آیپد تعلق میگیره. برای اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه کنید. اما مهمون این هفته ما این هفته رفتیم سراغ جوونای عرصه موزیک کشورمون. یه گروهی هست که کارشون خیلی درسته، یه جورایی یه صحبتهایی میکنن راجب تهران که اون خیلی دیگه جای حرف داره، و بعد من اینجا تکلیف این قضیه رو مالکیتش رو باشون روشن بکنم. اما اسم این گروه TMBaxه، گروه خیلی باحال TMBax. اما ما که نمیتونستیم حالا همشون رو دعوت بکنیم، نه ماشاءالله یکی دوتا که نیستن، 5 تا، نه من از پسشون بر میومدم نه جا داشتم بشونمشون. اینا اگه میخواستن هر 5 تاشون بیان باید رو فرق سر بنده و رو شونه های بنده میشستن. بنابراین چون منم توانایی جسمی اونقدر زیاد نیست، مجبور شدم که صدا قشنگشون رو دعوت کنم. حالا صدا قشنگه کدومه؟ شاهینه. محبت کردی اومدی؟ وظیفه هم بود عزیز دل مایی. خب چه خبر؟ سلامتی والا. چی کار میکنی؟ چارتای بقیه کجا؟ بچه ها میدونم که کجا هم، ولی خب برای ما کنسرت داشتیم دوبه، بعد مجبور شدم برم، بعد جمعیت هم زیاد بودا جام نمیشدن. خب یه سوال دارم ازت، تهران واقعا مال شماست؟ تهران نه، هنوز ایشالله میشه. تهران رو میخواین صاحب شین؟ نه، منظور از آهنگ تهران مال ماست این بودش که اگه ویدیوشو توجه کرده باشید، قشر متوسط به پایین جامعه به تصویر کشیده شد، کسایی که حالا توان مالی ندارن. خواستیم بگیم که تهران مال این شخص هم هست، مال این اشخاص هم هست. شما خودتون رو به نوعی از قشر پایین جامعه حساب کردین و توی اون قشر میگفتین تهران مال ماست، یعنی تهران مال کساییه که در واقع توی جامعه دیده نمیشن، شاید مثلا ما از کنارشون بی توجه بگذاریم. درسته. کسایی که دست فروشن، کسایی که کار میکنن تو بازار، کار میکنن تو بازار کار میکنن، و منظورت این بوده؟ دقیقاً. خب خوب بود، خیالم راحت شد، چون من فکر کردم اگه تهران مال شماست ما یه صحبتی با هم دیگه بکنیم، تکلیف مالکیت تهران رو مشخص بکنیم. ما نه، 5 نفرید، شاهین و بقیه رو. شاهین، خودم هم، علی بی آهنگسازمونه، نبیل عزیز پرودوسر گروه، تنظیم کننده پرودوسر، حسین رپر، امین عزیزم پاپ خونمونه. یعنی یک مخلوطی از تمامی سبکای موسیقی ایران رو در واقع شما توی هم جمع کردین و TMBax رو تشکیل دادین. TMBax یعنی چی؟ تیمارستان. واقعا؟ بگو چجوری؟ تیمارستان. حالا اونجوری دیگه چیز نکن روش. حالا واقعا همین بوده یا بعدا یه دفعه تصمیم گرفتیم بکنیش تیمارستان؟ نه، یه جورایی. آله آله، اعتراف کن، من اینجا اعتراف میم. هنوز یخم باز نشده. میخوای اینو بخوای؟ این گرمه. یکم آره، یکم بخورم ببین یخه باز میشه. خب حالا بگو. آره، تیمارستان ما 6 سال پیش 7 سال پیش صبح تا شب استودیو بودیم، و موقع جوانتر بودیم و عشق موزیک و بچه هم خیلی با هم صمیمی بودیم دیگه. غذا درست میکردیم تو استودیو، همه کار میکردیم خودمون. تیمارستانی بود روزی 3 تا 4 تا واقعا آهنگ بستیم. حالا نه اونجوری که بگیم مثلا برای بیرون، ولی تموم میکردیم تکساشو همه رو دیگه. واقعا این دیوونه هاشو بودیم، قیافه هاشو لیده پول دیده. بعد دیگه تصمیم گرفتیم بزنیم تیمارستان. بعد چجوری شد تیمارستان شد TMBax؟ بکسش که همون. خب. یه همیشه دنبال یه اسمی بودیم که کوتاه باشه، تو دهن مردم زودتر بیفته، بخاطر این تیم انتخاب کردیم. از اول هم همین 5 تا بودین یا مثلا 3 تا بودین بعد شدین 4 تا بعد شدین 5 تا؟ از اول همین 5 تا بودیم. یعنی هیچ کس در میانه راه اضافه نشد؟ 4 تا بودیم، امین عزیز اومد با همون. دیگه تصمیم گرفتیم که یکم سبکمون رو خانوادگی تر کنیم،
همه جور پسند باشه. به خاطر همین رفتیم سراغ یکم از خودمون سمبالاتر، یه شخصیتی به گروه دادیم. یکی از آهنگای پلاس 18 یا مثبت 18 شما گروه شما تقریبا وارد بازار کرد اگر اشتباه نکنم، یه ماشین چپ میشه و چی بود دقیقا؟ لاله؟ نه وی آی پی فکر کنم. وی آی پی؟ بله بله بله. اون دیگه واقعا اون خوب بود، اون موقع کسی با رد کار نمیکرد، یعنی خیلی کم بود، ولی ما این کار کردیم، خوبم بود. نه قشنگ بود، خیلی خوب بود. یکی از تو اون دوره خیلی خوب بود، من دوست داشتم. حتی میگم به قول خیلی از دوستان پلاس 18 بود، مثبت 18 بود، ولی خب خیلی خوب بود. خوب بود آره، دمت گرم، قربونت برم. حالا ما خودمون یکی از طرفدارای پرفورمنس بودیم. چند تا آلبوم تا حالا داریم بیرون؟ آلبومی کار نکردیم، یه دونه میکس تیپ دادیم. آهنگایی که مثلا تو استودیو ضبط می‌کردیم نمیتونستیم آفیشال بدیم بیرون، همینجوری یه دونه پکیج درست کردیم دادیم بیرون. آلبوم اونجوری چون که درآمدی هم موزیک نداشتیم، این درآمد آلبومی پولی نمیشه در واقع. دقیقاً درسته. به خاطر همین تصمیم می‌گرفتیم همه رو ترک بدیم بیرون. خب ببین، شما هیچ کدومتون ایران نبودین، دانمارکین هم. هممون دانمارکین. همتون دانمارکین. کپی رایت تو ایران نیست. درسته. و موسیقی ایرانی هم یا موسیقی کشورمون هم به همین دلیل خب ضربه زیاد خورده. چون کپی رایت نیست و هیچ کس هم جرئت نمی‌کنه آلبوم بده چون فایده ای نداره و همه دانلود میشه. دقیقاً. شما چرا با این شرایط تصمیم گرفتین فارسی بخونید؟ چون فکر می‌کنم می‌تونستین دانمارکی هم بخونید. فارسی خب زبان مادریمونه. با توجه به شرایط کپی رایت دارم میگم، از لحاظ درآمد، از نظر درآمد خب آدم باید خودش یه هابیه، ما بیشتر به عنوان یه هابی شروع کردیم، بعد دیدیم دیگه خیلی داره جدی میشه. همون 7 سال پیش دیگه کنسرت بهمون پیشنهاد شد، یه پولی در پول در آوردیم، نه که در نیاوردیم، پول در آوردیم، خدا رو شکر. خدا رو شکر. از کنسرت فقط بوده، یعنی از پخش آهنگ و اینا هیچ چیزی ساپورت نمیشه، نه تاثیری نداره. دقیقاً. ویدیو هم از جیب خودمون هزینه میکنیم، یا حالا اسپانسر بوده. زیاد به نظرم خودم دوست داشتم فارسی بخونم، اگه ها انگلیسی مثلا میخوندم، خارجی میخوندم، پول در میوردم، باز تصمیم داشتم فارسی بخونم. خب حالا میتونن، حالا من اصرار نمی کنم که فردا شما بخواید این چیز کنید دیگه فارسی نخونید، چون من خودم گروه شما رو خیلی دوست دارم، گوش میدم، اما فقط همین برای کنجکاوی خودم دارم میپرسم که شما میتونستید با توجه به اینکه توی اون فرهنگ و توی اون کشور بزرگ شدید به همون زبان بخونید، چون هستن کسانی که توی کشورهای دیگه به دنیا اومدن، توی همون فرهنگ بزرگ شدن، ایرانی هم هستن، درست، اون سبک موسیقی رو دنبال میکنن، حالا برای تفریح و برای فان و برای هابی هم فارسی هم میخونن، ولی خب ممر درآمدشون، پول درآوردنشون از موسیقی خارجی هست، موسیقی است که درش بزرگ شدن، کشوری که درش بزرگ شدن، چون اونجا کپی رایت دارن، آلبومشون فروش میره، هر بار رادیو پخش میکنه یه پولی بهشون میده، تلویزیون پخش میکنه یه پولی بهش میده، خب برای یه پولی میاد و میره. 100%. شما به خاطر بچه‌ها نبیل و علی کار میکردن، علی برای رپرهای دانمارک آهنگسازی میکرد، نبیل هم خود جفتشون هم میخوندن اون دوره‌ای که تصمیم، یعنی اومدن تو تیم باکس کار میکردن، ولی خب دوست داشتن فارسی کار کنن، زبان مادرشون رو کار کنن، با اینکه تو دانمارکی پول در می آوردن، تو سبکی که کار میکردن، علی آهنگسازی میکرد، برای رپرهای دانمارکی خوب هم پول میگرفت، ولی دیگه اومد تو تیم، دیگه همه تمرکزش رو گذاشت رو تیم، دیگه اونقدر واسه همون بچه مالیش مهم نبود اون دوره، چون خدا رو شکر خودمون کار میکردیم و زندگی تو اروپا میدونی چه جوریه دیگه. آره. باید کار کنی، اکتیو باشه، کار میکردیم، واسه همون زیاد پولش مهم نبود، ولی وقتی که حرفه‌ای‌تر شدیم و هزینه ویدیو بود و این چیزا، اون موقع چرا همش فکر می‌کردیم چرا یه کمپانی نیستش مثلا مثل حالا کانالایی که هستن پول بدن واسه مثلا پخش ویدیو یا واسه پخش آهنگ، حالا نبود، امیدواریم بیاد، شما حمایت، ما حمایت می‌کنیم ان شاء الله که بشه. یه سوال دیگه که دخترای بنده رو تا حالا دیدی نزدیک؟ آره. دختری بندر شبیه این دخترهایی که شما توی ویدیو کلیپتون دارین هستن؟ یعنی واقعا اگر هستن به ما اطلاع بده، چون من به شدت میخوام برم اون بندر ماهیگیری. نه، ما یه چیز در مورد ویدیو بگم، خیلی موقع شده مثلا دوستای عزیز مثلا لطف دارن، طرفدارمون میگن
چرا نمیرید مثلا مدل بیارید تو ویدیوهاتون. ما همیشه سبکی که داشتیم خیلی، حالا نمیتونم بگم خیلی خاکی بودیم، ولی اینجوری بودیم، یعنی شخصیت‌های خودمون دنبال اینکه مثلا بریم مدل بیاریم خیلی کلیشه‌ای به نظرم. اما دوستای خودمون دور اطرافین خودمون، هر کی دوست داشته تو ویدیو اومده، یه تیم بودیم همیشه، مثل آهنگ بی خیال فردا. زیاد دنبال بندر هم رفیقای خودتونن دیگه. بندری نیستن، دوستن. حالا اون یه موضوعه، ولی دیگه آخه این یه موضوع خیلی خنده‌داری برای افرادی مثل من که سر سر دوستان میذارن، اینکه دخترای بندر توی میوزیک ویدیوهای ایرانی اکثرا دخترای خارجی هستن که هیچ کدوم هم لباس ندارن، شکر خدا. یعنی بی لباس اینا با مایو تو بندر دارن غر میدن و میرن، کلی هم یعنی طرفدار دارن و کار دیگه‌ای هم در واقع جز غر دادن تو بندر ندارن بچه‌ها. ولی من هر چی دنبال این بندر گشتم، این بندر رو من پیدا نکردم، بندر گم شده یه در واقع. ان شاء الله استفاده میکنم از دختر بنده، از دختر بنده. همچنین ولکن بچهای بنده هم نیستین، مثلا بخوایم بنین سبک دیگه کار کنیم. اتفاقا سبکمون عوض کردیم الان کلا، خودمون اصلا سبک مورد علاقمون آهنگای شاد نیستش، خیلی کم واسه تنوع اینا شروع کردیم. سبک دیگه‌مون چیزای دیگه است، اینا آهنگای مورد علاقمون رو بدیم طرفدارا شاید مثلا خوششون نیاد، خیلی کمه دیگه، سلیقه دیگه. ایران هم بیشتر اکثرا همه تو پارتی و مهمونی، همه عاشق رقصی هم. الان به کل عوض کردیم، برای داریم آلبوم میزنیم اینشالله. ده تو که گفتی آلبوم نمیخوایم بزنیم؟ نه، گذشته رو پرسیدی گفتم نزدیم. حالا تعظیم داریم بزنیم. الان برای دو ماه دیگه، سه ماه دیگه داریم روی آلبوم. حتی با شرایط سخت مالیش که وجود خارجی پول. آره اونش مهم نیستش. مهم اینه که حالا پیدا میشه تو اون موقع اسمش. تو اون موقع. خود تحصیل. امیدوارم این برنامه نقشه کشته باشه بعد فور. بریم تو فرمان برمیگردیم دوباره. خب همچنان در خدمت شاهین عزیز هستیم از تیم فارسی، ببخشید از تیم باکس، و امیدوارم که بخش دوم مصاحبه راجع به مسائل مجهول بیشتری صحبت بکنیم، ببینیم شعراتونو کی میگه؟ خانم چند کیلوی شما و چیکار داریم به وزن خانوما؟ نه خجالت نمیاد به وزن خانوما چیکار داریم؟ خانم کی میپرسه تو چند کیلویی؟ من مامانم میگه تو هر چی بهت میگم میخندی، یه بارم گریه کن گریهتم ببینه. ما دیگه شعرها رو هر کی قسمت خودشو میگه. سر مثلا ترجیبند آهنگم اکثرا نبیلتی مینویسه، یا مثلا با هم میشینیم همگی بچه‌ها یه موضوع رو انتخاب میکنیم مینویسیم راجبش. ولی جالبیه تیم همینه که علی اونجا به دنیا اومده، یا بچه‌ها مثلا کجا؟ تو تیمارستان؟ توی دانمارک. دانمارک بوده. بعد از روز اول خودش نمیشه، با اینکه مثلا فارسیش هم زیاد خوب نیست، خوب نبود، الان خیلی خوب شده. آره دیگه این چیزایی که اون میگه این خودش یه هنر بود برام. من نمیتونم بگم این یه هنر بود برام که مثلا علی که از بچگی اونجا به دنیا اومده بتونه مثلا بنویسه شعر. علی بی رو آهنگسازمون. بعد دیگه همین جالب شد، تیکه‌هایی که مینداخت واسه خودمونم جالب بود دیگه، هی دستکاری می‌کردیم مال اون و مال منو زیر شعرامون. چیو دستکاری؟ اینا اصلا کلا نه تنها آهنگاشون بی تربیتیه، بلکه اصلا همینجوری داره حرف هم میزنی بی تربیتی. دستکاری میکردیم مال همو. چی میگی خجالت بکش برادر، تیمارستان اومدیم شما اصلا این وضعیت درست نیست آقا، نمیذارم من. اشکال نداره بنداز گردن من، مشکل نداره. بعد همیشه سعی کردیم خودمون بنویسیم. خب تموم شد. نوت تو خانم ببخشید گفتیم خانم ببخشید چند کیلویی شما؟ اینجا این تکلیف من روشن کنم با این وضعیت. موقع مای اسپیس بود، فیسبوک و اینا نبود. بعد یه سری دختر بودن، اعتماد به نفسشون بالا بود. خوبه ولی بده. نه بدم نیست، ولی جالب بود واسه من. یه روز بگو دل من خنک می‌کنه. آره من دختر واسه من چیزی نوشته. اون موقع ما تازه شروع کرده بودیم به کار و یه سال دو سال بود. آقا ما جواب که اصلا تو بعضی موقع آدم تو فازش نیست جواب بده و نمیدونستم چی بگم آخه. هی تشکر میکردم. بعد خب شعر درستم. بعد ازدواج که نکردی؟ نه نه. دوست دختر داری؟ با اجازه. خب آره شعر بپا میشه بگو. بعد دختر واسه من نمیشه. حتی مربوط به گذشته است. خیلی گذشته است. حاج خانم گذشته است. حاج خانم گذشته است. اومد خونه با مایتابه یا وردنه بلایی سرش نگیری بچه رو. داری یه چیزی میگه. بعد واسه من شروع کرد بی ادبی کردن. بی ادب بله.
آره من خوشگلم. تو هم که با ادب؟ من اصلا هیچی نمیگفتم، مونده بودم. خب بعد دیگه این تو ذهن من بود، واسه شنوشم شعر رو داشتیم نوشیم، هی واسه من میگفتش که من همه دنبالم و فلان و اینا، گفتم و من که چیزی نگفتم، من فقط سرم شده بود یه روز نتونستم جواب بدم، معذرت خواهم کردم. گفت آره فکر میکنید کی هستید و فلان، و گفتم با ببخشید. بعد یه روز داشتیم دنبال موضوع میگشتیم، همونجا بهش نگفتی خانم چند کیلویی شما؟ تو ذهنم بود، تو ذهنم بود که شما چند کیلویی. بعد دیگه این موضوع اومد و با نبیل نشسته بودیم، حسین ایران بود اون موقع، گفتم نبیل خانم ببخشید چند کیلویی شما؟ دیگه همین موضوع شد، نشستیم نوشتیم و خیلی هم جالب شد اون موقع، خیلی خوب شد. یعنی واقعا خیلی. بعد یه مدت تیکه خودمون هم بود، یه مدت همین میگفتیم نبیل چند کیلویی، خانم ببخشید و فلان، هر جا میرفتیم دیگه مسخرمون میکرد. بعد شده این تیکه هایی که توی آهنگا میندازین و وقتی مهمونی میرید یا مثلا جایی میرید، کلابی میرید یا برنامه‌ای که ایرانی ها هستن درسته استفاده بکنید یا اونا استفاده بکنن، برگردم بگم مثلا آره خیلی شاهین چند کیلویی شما مثلا؟ خیلی مثلا چرا اینقدر جوگیر میشی و فلان و آره پیش اومده تا حالا، چون حرفی نداره بزن دیگه، مثلا میاد تیکه آهنگا تو واسط میخونه. از کسی ناراحت شدین توی برخورداتون با طرفداراتون؟ نه اونجوری نیستیم، میخندیم همش همش میخندیم، نه اونجوری نیستم، خدای همشون لطف دارم، همشون لطف دارم. شما کار ثابتتون همین کار موسیقی هست یا کار والا اولی دارید یا کار دوم؟ والا نه کار دوم به جز رانندگی تاکسی کار دوممون موزیکه. علی درس میخونه، دانشجوه، برادرش علی و نبیل برادرن، برادرش بوتیک لباس داره، خودش دیزاین میکنه. جدا خودش طراحی لباس، خودش طراحی میکنه، از مارکای معروف میگیره، کارش خوبه خدا رو شکر. حسین درس میخونه، بعد کنارش سالن هم داره. سالن چی؟ سالن بدنسازی؟ نه سالن چی یادم رفته، آرایشگاه داره، ولی خب بیشتر درس میخونه، خودش کار نمیکنه. خب امینم شرکت داره، شرکت یادم لوله کشی ساختمون و اینا. من فست فود دارم. تو هم فست فود داری؟ من. همبرگر یا نه یه سبک جدیدی خودم آوردم، غذای سالم بود، هم سالاد و اینا. من از وقتی که رفتم دانمارک چند سالت بود رفتی؟ 17 سالم بود، دنبال درس و اینا نبودم چون اصلا علاقه اینا داشتم و درس هم نبود اینجا. واقعا یکی از الگوهای بدآموزی در جامعه رو من آوردم نشون. نه آدم آدم باید یا درس رو انتخاب کنی یا کارو، من علاقه نداشتم. یعنی واقعا بچگی همش خواب بودم تو مدرسه به خدا. من یه خاطره بگم اجازه دارم؟ بله بستگی داره خاطره چی باشه. تو خانواده بودیم، بعد خب تو خانواده مادرم همیشه نزده. من خیلی آروم بودم و پشت پرده هم خیلی شیطون بودم. سه تا، یه برادر کوچیک، یه خواهر. خب بعد مادرم میخواست مثلا جلوی تا این دایمینا تعریف کنه و اینا، میگفته شاهین من انضباطش 20 شده و ارزش هم که 20 همیشه ماشاءالله ماشاءالله. دایی میگفت ریاضی و تاریخ و اینا چی؟ میگفت 7 شده، یکیش هم تکمانده که خب درس بخون آبر منو بپوش هم نه آبر منو بردی هم نشه چرا درس میخون. دوستان روشی از اول درس رو اصلا علاقه که شیطون بودیم دیگه، اصلا نمیرفتیم مدرسه. خب بعد این شیطنته در زمینه موسیقی چجوری اصلا تو رو دخیل کرد؟ تو برای بچه شیطون من کلا آدمی هستم که مثلا خیلی پشت کارم قوی، یه چیز رو بخوام بهش میرسم. موزیکم خیلی علاقه داشتم بهش، عاشق نوشتن بودم دیگه، افتادم تو این کار دیگه. بعد یه سری مشکلات آدم تو ذهنش و تو دلش داره، دوست داره یه جا خالی کنه. پشت میکروفون بهتر اینجا مثل اینکه شما سر ما خالی میکنی. خب خوبه. یکی از سوالاتی که ذهن بچه اتاق فرمان رو خیلی مشغول کرده و این حاج زنبور اصل تو گوش من وزوز دارم میکنه اینه که نبیل درسته یکی از برادرستی صداش همین جوریه یا اینجوری کردتش؟ نه اینجوری کرده صداشو الان یکم کلن آدم بانمکیه، آدم بامزه، همیشه عدد در میاره. بعد بازیگر هم بوده نبیل تو دانمارک، یکم کلن شخصیتش یه دفعه جدیه یه دفعه کمدی میشه، همینه تو آهنگ پیاده کرده. ولی صداش چیزه ساخته شده، ساخته شده است، یعنی صدای خودش نیست. نه صدای خودش هست، ولی خب یکم نازک‌ترش میکنه، میخونه با نمکش میکنه اصلا. چون بازم اینم یکی دیگه از سوالایی بود که بینندگان عزیز از من میپرسن که میگن من صدامو چجوری اینجوری کردم.
من قبل از برنامه معمولا سیم خاردار میخورم و برای همین صدا اینجوری میشه. شما من این خواستیم بخورین، امتحان کنید، خیلی خوبه، ولی با آب جوش، چون بدون آب جوش درد داره. و فکر تو خونم اصلا راجع به سوره خورده بپرسم تو چی میخوری؟ من لوله اگزوز تو صدای شاهین هم صدای فوق العاده قشنگیه و خیلی لطف کنسرتاتون شمایی جان؟ الگوی ما شمایی بزرگواری به خدا بزرگواری بزن زنگو براش ای بلا کنسرتاتون چجوری بوده تا حالا؟ کنسرتایی که گذاشتین شلوغ شده کنسرتاتون معمولا تکی خودتون یعنی گروه خودتون بوده فقط یا مثلا برای کسی اوپن کردین یا با کسی بودین چجوریه؟ خدا رو شکر تا حالا اوپن نکردیم. چرا کار... اوپن بکنین مشکله؟ خب به خاطر اینکه زحمت کشیدیم برای کار. یعنی از روزی یعنی که یکی بیاد اوپن کنه یعنی زحمت نکشیده برای کارش. بستگی داره آشپزخونه اوپن کنه یا چی. ببین چجوری انداختم تو تله. جنگ نه. نه آخه اوپن کردن فرق داره. اگه مثلا واسه یه خواننده خیلی بزرگی باشه باعث افتخار مونه که این کارو بکنیم. ولی خب خیلی زحمت کشیدیم. نه قبول دارم ولی چون 5 من... نفر رو اصلا بخوای طرز فکرشون رو که دعواشون نشه این همه سال خدا روش چش نزنی بمونیم بزنیم به تخته. خب خیلی سخته واقعا. به خاطر همین همیشه تصمیم گرفتیم وقتی که کنسرت بهمون پیشنهاد میشه مثلا هر جای نخونیم تو عروسی یا دیسکو سعی کردیم مثلا شخصیت خودمون رو حفظ کنیم. اگه اوپنینگ بوده نرفتیم مثلا. البته خدا روش پیشنهاد ندادن. حالا البته من برای اینکه شر یا دعوا یا مشکلی پیش نیاد سوالای بعدی که توی ذهنم رو نمیپرسم ازش چون میدونم که بالاخره تش به خون و خونریزی کشیده میشه با توجه به صحبتایی که میکنه و فکری که توی ذهنشه. برای همین میپرسم که خودتون تا حالا با هم دیگه دعواتون شده؟ نه بحث مثلا انتقاد کردیم مثلا ولی تا حالا خدا رو شکر نه. این داداشیم ما خیلی هوای همون داریم. ما که هرچی یاد گرفتیم از بچه‌ها بوده ولی کلا نه خدا رو شکر. خدا رو شکر که با کسی دعوات نشده. امیدوارم که الان که قراره با من بازی بکنیم دعوات با من نشه. همراه ما باشین من تکلیف شاهین رو توی یک بازی جالب یک سره کنم. نه واقعا یعنی ادعات هم میشه؟ اما کلکل میکنی؟ فکر میکنی میبری واقعا؟ من باخ نداشتم، مساوی هم نداشتم، چه برسه باخ؟ جدی میگی؟ ورزشی که میکنی چی هست؟ فوتبال بازی میکنی؟ نه، شطرنج با ویلچر. خوبه، بهت هم میاد اتفاقا. چا کردی؟ تو تیمارستان یه با بقیه بر بچه. این توپای فوتبال میبینین؟ ما اصلا نمیخوایم باهاشون فوتبال بازی کنیم. چیکار میخوایم بکنیم؟ بسکتبال. چون ما خیلی آدمای حرفه‌ای هم هستیم زیاد خلاقیت هم به خرج نمی‌دیم که بگیم از اینجا بزن و از اونجا بزن. نه آخه امتحان کردیم نشده. آره امتحان کردیم نشد، دیدیم نمیره، گفتیم بزن به زبون چیز به زبون خوش بزنیم ببینیم میره واقعا توپ تو حلقه یا نه. میدونی که من استقلالیام باخت نمیدم. استقلالیه البته، نه اینکه من پرسپولیسی باشم ولی استقلالی هم نیستم، من طرفدار تیم ملی ام. یعنی ببین چه عشقی تو وجود من. وقتی هم طرفدار تیم ملی باشی یعنی طرفدار ایرانول بود دیگه. ایرانول و اینا میشه دیگه. بریم. خیلی کل کل میکنم. بریم. بریم آقا. بازنده 10 تا شنا میره اینجا. قبول؟ بشمار. اشمار. یکی. یه جیگی سوتی چی وچا بکنم چه حرف کنم از چهار میشه مهم میده سه تا الله حکی بریم میریم بکر دیگه بندازیم تمرکز کنم خیلی آقا پارو بریم من سمت باختم یکی دیگه بگرم تو چهار هم بدی من یعنی نمیتونم یه دیگه بندازم ایوالا باخت بازوندمش
نشون دادم که این همه من ورزش میکنم برای یه جمعه جواب بده دیگه. پول داد گفت به واسه جلوی تصویر یا برو اونا تو پای من بود رفت. ولی حالا تصویر رو اگر دیگه اگر دیدین که من بردم، در واقع این چیزی بوده که شما دیدین و در واقعیت من باختم و ایشون برد. اینجوریه، فتوشاپش کردیم. فتوشاپ. حالا من شنا میرم ولی فتوشاپ شاهینه که داره انجام میده. اشکال نداره. آره. ده تا فتوشاپی شنا برو حالا تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دمش گرم. دم تو یزیدی تا آخرش باشه. دمت گرم. خیلی حال دارم. خیلی دوست دارم. قربونت برم من. لطف کردی. اتفاق شاهین عزیز و بقیه بچهای تی ام باکس که هیچ گروم اینجا نیستن. واقعا جای همشون خالی بود. خدا رو شکر چون قرار بود هر پنج تاشون اینجا شنا برن و از من بپرسن دیگه آبرو واسهتون نمیره. دوستان عزیز خدافظ، من بعدا تکلیف ایشون رو روشن می‌کنم. خدافظ، موفق باش. خب ببین درش. موضوع این هفته برنامه ما دروغ که راجع به صحبت کردی دیگه. آخر برنامه است دیگه هرچی دلم بخواد میتونم بگم. به هر حال گفتم دروغ اگه نبود خیلی چیزا نبود. یعنی دیگه کمترین چیزی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که یه برنامه ما کمتر داشتیم اگه دروغ نبود. یعنی یه برنامه کمتر ضبط میکردیم، یه موضوع کمتر داشتیم. آه یه چیز دیگه یادم افتاد قبل از که برم بگم خدمت شما که اول برنامه هر چی گفتم راجع به بردن جایزه امی و خرید برنامه توسط آلمانیا و زد اف و این چیزا دروغ نبود، اما راست هم نبود. نمیدونم دروغ مصلحتی بود، راست غیر فتنه انگیز بود یا فتنه راست بود، نمیدونم چه جوری بود. به هر حال لازم به ذکر که بگم جایزه به نام جایزه بین‌المللی امی در منطقه مدیترانه و حاشیه سبزش نداریم. جورج کلونی هم داورش نیست. زد اف هم که عیان است و چه حاجت به بیان است. قربان شما. شمشیر بیرون حرف که نمیشه زد بهت، شوخی و جدی هر کدوم، جدی که جای خود داره، شوخی و جد هم هیچ کدوم، هر حرفی که بها داره جای زیر سوال داره، شوخی میکنیم با همه شوخی جای حرف نداره. حالا سینا چندشنبه ها شوخی داره با شماها، اما فقط یه شرط داره، این جمله رو یادت نره، ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم، شوخی رو جدی نگیری.